سلام، با برنامه دیگری از 35 در سامانه فیلم نت با شما هستیم. سامانه فیلم نت مراجعه کنید، باز داره فیلم های خوب میاد تو این سامانه، احتمالاً مسابقه دیگه هم خواهد آمد و سامانه پربارتر خواهد شد. مهمان امشب ما یک کارگردانی است که در دومین اثرش هم درخشیده. با این کارگردان که دو کار پشت سر هم خیلی خوب داره مصاحبه مفصلی انجام دادیم. با هم این مصاحبه رو ببینیم. خب آقای محمد حسین مهتبیان، خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه ما و ازت میخوام ابتدا طبق معمول با دوربین برنامه اینترنتی 35 اگه صحبتی داری انجام بدی تا بریم وارد مصاحبه بشیم. سلام عرض میکنم خدمت همه مردمی که فیلم رو این برنامه رو تماشا میکنن، من در خدمت شما هستم. من خیلی خوشحالم که پارسال که من تو کمیته انتخاب بودم فیلم رو دیدم و خیلی خوب بود و همه اونجا شیفته بلند شدن و یادم نمیره که همه یه جوری اصلا با شیفتی گرد میزدم و بعدم جایزه ها رو گرفتی. امسال هم که سال خودت باز سال ای، از این نظر خیلی خوشحالم. محمد حسین مهتبی چه تاریخی متولد شده؟ کجا متولد شده؟ متولد 1360 هستم توی شهر بابل. بابل، آره. تحصیلات هم همونجا انجام دادی؟ بله، من تا دوران دبیرستان بابل بودم، بعد دیگه برای دانشگاه و تحصیلات عالی اومدم تهران. اون موقعی که تو بابل بودی دهه 60، تو دهه 60 البته هیچ یادت نمیاد از اون درگیری های آمول اینا یادت نمیاد چون در واقع بچه بودی. آره، اونجا سینما هم داشت بابل دیگه؟ بله، 4 تا سینما داشت و من یه دایی داشتم که جوانترین داییم در واقع که متولد سال 50-51 اینا بود، مثلا 8-9 سال 10 سال از من بزرگتر بود. یکی از کاراش این بود که منو میبرد سینما، خیلی سینما رو دوست داشت. منم عاشق سینما بودم و بعد این مجردم بود منو مدام میبرد سینما، از این سینما به اون سینما. گاهی یادمه میرفتیم یه فیلمی رو میدیدیم توی مثلا یه سینمایی، یکی از سینماها، بعد وسطاش احساس میکنیم فیلم خوب نیست، پا میشدیم میرفتیم توی سینمای دیگه یه فیلم دیگه میدیدیم. واقعا به لحاظ سینما با اینکه شهر کوچیکی بود، 4 تا سالن سینما خب خیلی. من یادم میاد سینما شهر فرهنگ داشت. بله، که سینمای مهمی بود. سینمای شهر فرهنگ که بعضی وقتا اسمش شد سینمای آزادی. سینمای زیبا بود که بعداً اسمش شد سینمای انقلاب. سینما داریوش بود که بعد فکر کنم اسمش شد سینما ارشاد و یه سینمای دیگه هم داشت به اسم سینما استقلال. البته بگم 3 تا از این سینما متاسفانه تعطیل شدن همطور به تدریج و الان فقط همون سینما شهر فرهنگ آزادی مونده. آره، من آقای متوسطانی بله. تا اونجایی که یادم میاد پدر چی کاری بود؟ پدر معلم بود. معلم دبستان بود؟ نه، هنرستان. پدرم مهندس ساختمان بود، توی هنرستان فنی هم درس ساختمان میداد. الان پدر زنده است هنوز؟ بله، خدا رو شکر. آره، پسر بزرگ خانواده‌ام، یعنی خانواده‌ام خیلی خانواده مسنی نیستن. پدرم متولد سال 37 و مادرم متولد سال 43. پدر مادر، آره، پس زیاد خیلی سن بالایی ندارن. یعنی در پدر به هر حال به سینما علاقه من بود. پدر اصلا، یعنی پدر من همین الان هم فیلم نمیبینه، یعنی از تلویزیون هم فقط اخبار نگاه میکنه و اصلا حوصله هنرهای نمایشی و اینا رو نداره کلا. یادم نمیاد که هیچ وقت علاقه به سینما نشون داده باشه. حتی موقعی هم که من میخواستم سینما بخونم خیلی خوشش نمیومد. یعنی البته بعدا راضی شد. پدر من هیچ وقت بنده خدا مخالفتی نمیکرد با خواستهای ما و در مقابل خواستهای ما و علاقه ما نمی ایستاد. همیشه کمک میکرد که اون چیزی که دوست داریم رو بهش برسیم و واقعا کمک میکرد. ولی خب ما از روحیاتش و آدم آرومیه و خیلی در واقع سعی میکنه که به هم نریزه و زندگی ما رو، ولی احساس میکردم دوست نداره خیلی من مشغول سینما بشم. ولی خب بعدا دیگه همراه شد. چند تا خواهر برادر بودین؟ چند تا خواهر برادر؟ 4 تا خواهر برادر، یعنی 2 تا خواهر دارم و 1 برادر کوچکتر. اولین کتاب رمانی که خوندی یادت چی خوندی؟
من رمانایی که تو بچگیم خوندم از کتابای بابام نبود. کتابایی بود که خودم می‌خریدم. مثلا کتابای ژول ورن. من یادم مثلا کتاب کوچیک رنگی‌ها بله، مثلا میشل استروگوف، نمیدونم 20000 فرسنگ زیر دریا فلان. بعدها که رفتم سراغ کتابخونه بابام، خب چیزای جدی‌تر مثلا سارتر خوندم، دست‌های آلوده، نمیدونم کتابای اینجوری. و بعدتر هم دیگه تو دانشگاه دیگه خودم برای خودم کتاب می‌خریدم. فیلمی که یادت از دوران بچگی رفتی و تأثیر گذاشته رو چیه؟ قدیمی ترین فیلمی که به خاطر میارم یک تو که تو سینما دیدم. آره؟ فیلمی به اسم هراس. آها، مال آقای شهریار بهرانیانی. مال آقای اصلا من نمیدونستم مال کیه و نیست. حتی داستان فیلم یادم نیست. جنگیه، یعنی فیلم. یه فیلم جنگیه که من قصه‌اش رو به خاطر نمیارم به ابدا. یعنی اینکه دیگه 7 سالت هم هست، 6 سالت یا 7 سالت یا 6 سالت، همین سلوده هست دیگه. نمیدونم 68 داره. قصهش یادم نیست، ولی به نظر اومد که فیلم خیلی ترسناکی بود، یعنی میترسیدم ازش. آره، یک ماسک هایی داشتن. آره، راست. بله، بله. خون میمد تو این زیر ماسکاشون. نمیدونم یه همچین تصویرهای از ده. و فیلم افق، یعنی اون فیلم هم خیلی فیلم قدیمیه تو ذهنم. یک فیلم هم با خانوادهمون دیدیم به اسم دیوار، یه فیلم هندی بود. بله بله، آمیتابا چان. که از اون فیلم هم تصویر یه قطار یادمه و یه کسی که فکر کنم برادرش رو بغل کرده بود رو خط آهن. باز داستانش رو درست یادم نمیاد، میگم یعنی کوچیک بودم و خیلی قصه رو دنبال نمیکردم، تصاویر فیلم بود. موقع بچه که بود از فیلم قهرمانی خوشت میومد، حادثه‌ای خوشت میومد یا نه؟ راستشو بخواید چرا؟ بعد ببینید، این تو این دوره‌ای که دارم میگم مدرسه. که فکر که قبل از این دوره که الان دارم میگم، مثلا فیلم دیوار و اینا قبل از مدرسه است. بعدتر تو دوران مدرسه بله. یعنی مثلا فیلم‌های بزن بهادری و جمشید هاشمپور، مثلا فیلم محبوب افعی بود آقای اعلامی، فیلم آقای مرحوم آقای اعلامی که در واقع جمشید هاشمپور توش بازی می‌کردن، یا مثلا تاراج و اینا رو نگاه می‌کردم، یا اون فیلم توی سینما ارشاد سالها نمایش میداد، هر از گاهی فیلمو دوباره نشون میدادن که آقای راد بازی میکردی خلبان عقاب‌ها. بله، فیلم عقاب‌ها بود که میرفتم نگاه میکردم، چون بود تو سینما هم تو میسکی تا سالها هم تو شهرستان که اقلا اینجوری بود، نسخه ها داغون شده بود ولی نشون میدادن. ولی تاثیرگذارترین تصاویری که توی ذهنم از سینما باقی مونده، تصاویری که داستان ندارن اتفاقا، یعنی توش حتی قهرمان هم وجود نداره، مثل تصویر صحنه افتتاحیه فیلم افق زیر آب، اونجایی که اون سفره ماهی میاد روی اون جنازه که بله بله. و شاید به خاطر اینه که خیلی به نظرم میاد که اون چیز و توی من ماندگار شده خیلی از اینا، برای همین شاید هست که احساس میکنم که اینا یه چیز، این مدل تصاویر چیزی دارن که اون گوهر گمشده سینماست. یعنی دنبال اونام، دنبال اون تصویرام. خودم هم که فیلم میسازم دنبال خلقی همچین تصویرهایی هستم که شاید یه بچه یه جایی، یه نوجوانی که حتی داستان فیلم رو نفهمه، یه عمر این تصویر توی ذهنش حک بشه و تبدیل بشه به یه تصویر ماندگار، یه الگو. دبیرستان که رفتید، دوره دبیرستان دیگه سینما برای جدی شد، ادبیات برای جدی شد، چی برای جدی شد؟ بله، هر دوش جدی شد برای. بله، سینما به خصوص برام خیلی جدی شد. راستشو بخواید زیادی هم جدی شد. یعنی اینکه الان که فکر میکنم میبینم یه به شکل افراطی احساس کردم که باید فیلم‌های روشنفکری ببینم، مثلا فیلم‌های خاص ببینم، فیلم‌هایی که حتی خودم هم شاید خیلی سر در نمی‌آوردم ازش، واقعا خسته می‌شدم از تماشاش، ولی نمیدونم چرا اصرار داشتم. فکر میکردم مثلا کلاس داره دیدن اینجور فیلم ها، و مثلا آدمی که فیلم بازه و علاقمنده به سینماست باید مثلا فیلم های این مدلی ببینه، فیلم های کند و بدون هیچ هیجانی، و خیلی فیلم این ریختی دیدم. بعدا همون موقع ها یادم مؤسسه رسانه های تصویری هم کم کم داشته، یعنی ویدیو آزاد شده بود. بله بله، آزاد شده. و مؤسسه رسانه تصویری شکل گرفته بود، من خیلی این فیلم ها رو ویدیو میرفتم میگرفتم و میدیدم. چه فیلمی روشنفکری از اون دوران یادته که خیلی رو تاثیر گذاشته باشه یا دیده باشی و فیلم مهمی بوده باشه؟ راستشو بخواید عروسی خوبان، مال مخمل با فیلم عجیب غریبی بود و پر از تصویرهای موهوم و عجیب بود و عرضم و صحنه های خیلی جالبی داشت به نظر من. و هامون فیلم یک نسل دیگه، اونایی که متولد 60 همشون هامون رو دوست دارن. چی هامون رو دوست داشتی؟
شخصیت در واقع حمید هامون. بله، یعنی این سرگشتگی و والگی این آدم رو برام خیلی جالب بود، یعنی خیلی یعنی خیلی واقعی به نظر می رسید و خیلی شبیه یک فیلم نبود برای من. احساس میکردم دارم آدم متفاوتی رو که داره اینجوری زندگی میکنه رو میبینم. اون سرگشتگی و نتیجهش اون مسیری که طی کرده بود میفهمیدی اون موقع از نظر فلسفی؟ نه واقعا، یعنی اینکه عرضم همینه، توی عمق جان من اثر میگذاشت ولی برام قابل تحلیل نبود و اصولا فکر میکنم اصلا جذابیت سینماست. یعنی سینما فرق داره با کتاب، با کتاب فلسفه، با نمیدونم کتابی که تحلیل درشه، و سینما یه شیوه متفاوتی از اثرگذاری حسی و ناخودآگاه روی مخاطبه که شاید بشه پیچیده ترین و عمیق ترین مفاهیم رو که حتی ممکنه اون روز به دردش نخوره در جانش نشون، برای اینکه یه روزی شاید به کارش بیاد. و فکر میکنم که شخصیت هامون یه همچین کاراکتری بود، یعنی برای نسل ما شاید تو اون زمان قابل تحلیل نبود ولی تصویری در ناخودآگاه ما ثبت کرد که حتما یه جایی به کارمون اومده یا به کارمون خواهد اومد. فیلم علاقمندت نکرد به کتاب فلسفی بخونی؟ اصلا علاقه داشتی به کتاب فلسفی خوندن؟ راستشو بخواید کتاب فلسفی خوندن رو چند بار رفتم سراغش که فلسفه بخونم ولی خیلی به معنای فلسفه، به معنای محض خودش برای من جذاب نبود. مثلا برم هگل بخونم یا ارزم بزرگ شما کانت بخونم، نمیدونم آراء فلاسفه اسلامی رو بخونم، یا بیشتر در مورد فلسفه خوندن رو برام جذابتر بود، یا شرحهایی که بر فلسفه نوشته شده، مقاله بیشتر میخونی. بله. اهل روزنامه خوندن بودی؟ بله، به خصوص بعد از دوی خرداد که همه روزنامه خون شده بودن ما هم روزنامه میخونیم. تابع اصلاحات بودی؟ دنبال اصلاحات بودی؟ یعنی اون موقعی که اصلاحات آمد؟ بله، من یادم اصلاحاتیا بودی؟ یعنی در واقع من بچه بودم، من تو که رأی ندادی اون موقع؟ چرا، اولین دوره‌ای که من رأی دادم سال 76 بود اتفاقا، انتخابات بعد. اون سال از قضا گفته بودن 16 ساله ها میتونن رأی بدن، من 16 سالم بود، من اردیبهشت اون سال 16 سالم شد، 22 اردیبهشت 16 سالم شد، 2 خرداد رأی دادم. بله. خیلی دوی خوردن دست باباهاشونو میگرفتن میبردن رای میدن، تو دست باباتو نگرفتی بری رای بدی؟ من این کارو فکر میکنم سال 80 این کارو کردم دیگه، یعنی مثلا 20 سالم شده بود دور دوم. بله، تشویق میکردم پدر بزرگم و پدرم و اینا رو که بیان رای بدن. از اونجا به سیاست علاقه من شده بودی؟ بله. یعنی بعدم سنمون رفت بالا، شما برای آدمی که 16 سالشه به اندازه دو تا رئیس جمهور تو ایران زندگی کرده کلن و یه دونشو که اصلا از کودکی تو 8 سالگیش بود و نفهمیدی، برای همین فکر میکنه که با تغییر رئیس جمهور دنیا خیلی میتونه عوض بشه. یعنی وقتی اون موقع فکر میکرده که مثلا آقای هاشمی 8 سال رئیس جمهور بود دیگه، یعنی نصف عمر من، فکر میکرده که 8 سال خیلی زیاده و چه کارها که نمیشه، ولی سنت که میره بالا کم کم میفهمی که 8 سال و 10 سال و اینا، یعنی کیفیت زمان کیفیت خودش رو از دست میده، کم اهمیت میشه و فکر میکنی واقعا خیلی فرقی انگار نداره. به هر حال یه روزی آقای خاتمی میاد و میره، بعد آقای احمد نژاد میاد و میره، بعد و خیلی قرار نیست که اتفاق عجیب و غریبی بیفته. اگر خودمون تغییر نکنیم، اگر تو خانواده خودمون، تو زندگی خودمون تغییر به وجود نیاریم، با تغییر سیاستمدارا قرار نیست اتفاق عجیب و غریبی توی عالم بیفته. کم کم در واقع سیاست برام کم اهمیت تر شد و فکر کردم به اینکه اون چه که اون تلاشی ارزشمند باقی میمونه که توی حوزه فرهنگ باشه. امروز بیشتر درک میکنم، یعنی الان که نگاه میکنم میبینم که خیلی حوزه فرهنگ انگار اهمیتی نداره، هرچند به ظاهر به لحاظ سیاسی همون آدمان، بیشتر درک میکنم که واقعا این اهمیت داره. یعنی نگاه فرهنگی اگر سیطره پیدا نکنه و حاکم نشه توی شؤونات جامعه، یه چیزی قطعا کمه. همون فضای فرهنگی 76 تا 84 باعث شد تو بری به سمت سینما، تاثیر سینما؟ من خب به هر حال اون سابقه رو گفتم، من به هر حال تو دوران کودکی عشقم به سینما شکل گرفته بود و دوران نوجوانی، و واقعا تصمیمم رو برای رفتن به سمت سینما گرفته بودم
ولی فضای شکوفای دهه همون بین 76 تا 84 که خب دوران دانشجویی من توش سپری شد خیلی به من کمک کرد برای اینکه بیشتر بخونم، بیشتر فیلم ببینم، بیشتر یعنی فضای خیلی خوبی برای ما، یعنی ما دوران دانشجویی خیلی باشکوهی داشتیم. چه رشته‌ای در می‌خوندی تو؟ من سینما می‌خوندم. کدوم دانشگاه؟ دانشگاه سوره. ها دانشگاه سوره است. استادا کیا بودن؟ فراستی استادت نبود؟ نه نه ارزم بازشون. خب اونجا خیلی اساتید خوب بودن. آقای منوچهر اولیایی تدوین درست میداد، خیلی آدم نجیب بود، دوست داشتنی بود. ارزم بازشون توی کارگردان آقای دکتر الستی، آقای نقاش ساده، همین آقای حیدری فاروقی. بله بله. حیدری فاروقی چی درست میداد؟ کارگردانی درس میداد. بله. آقای فرزاد مؤتمن اونم درس میداد. بله. توی من یادمه توی فیلمنامه آقای توحیدی، آقای فرهودی، خیلی اساتید خوبی داشتیم تو دانشگاه سوره. عکاسی آقای بهمن جلالی، آقای مسعود زنده‌روح، خدا رحمتش. حالا تو این دوره دانشکده سینمای خاصی برات مهم شد؟ یعنی فیلمساز خاصی، سینمای خاصی در آن سوی جهان، نه در این در داخل؟ من خب ببینید، من تو یه دوره خیلی علاقمند شدم. ببین من هی چیز داشت دیگه، بعد از اون دوره که احساس کردم سینمای روشنفکری و اینا دیگه دل زده شدم ازش، یهو شیفت کردم سمت سینمای هالیوود. یعنی گفتم جیمز کامرون و نمیدونم تایتانیک و اینا خیلی دوست داشتم، فیلمای حتما ترمیناتور رو دارم خیلی دوست داشتم. ترمیناتور دو، بله اصلا عاشق ترمیناتور بودم و اینا. ولی به تدریج واقعا علاقه من شدم به یه مثلا فیلمسازه مثل پولانسکی. یعنی چی دیدی از پولانسکی که عاشق شدی؟ توش تجربه واقعی وضعیتی که میخواد ترسیم بکنه رو دیدم. یعنی احساس کردم که پولانسکی فیلمسازیه که داره به تو حتی غیر واقعی ترین وضعیتها رو جوری برات به نمایش در میاره که احساس میکنی داری لمسش میکنی، داری درکش میکنی. یه چیزی در درون سینمای پولانسکی بود که به نظرم میومد که با همه چیزایی که قبلا دوست داشتم فرق داشت. یعنی یک پیچیدگی و عمقی توی همه صحنه پردازی یا همه بازی یا همه میزانسنای پولانسکی بود که برای من شگفت انگیز بود. یعنی میدونی مثلا اون صحنه فیلم فرانتیک که خانم میره توی اونجا که دوش بگیره و بعد اون یه دالی این دوربین میکنه، تو بی‌نظیر اون پلان داری فکر تو یک حادثه ای رو در واقع چیز میکنه دیگه. مرده میره دوش بگیره، یه پلان مرده میره دوش بگیره. بله چیز هریسون فورد احساس میکنه که داره بهت میگه که ببین این داره از یه چیزی غافل میشه. خیلی پولانسکی داره به شیوه عجیبی داستان تعریف میکنه و داره یه حرفایی رو میزنه که در کلام و نوشتن و کتاب و قصه و اینا نمیاد. داره به زبان سینما یک جادویی میکنه که تو وقتی سالن سینما نشستی و تماشا میکنی تقریبا سحر میشی. و من همین این سحرآمیز بودن سینما رو از کودکی دوست داشتم. به نظر من پلان کم میگیره، یعنی بله خیلی بله. خودش یعنی خصت داره در پلان گرفتن. بله. یعنی تختی زیاد دوربین رو یک جایی میگذاره که تا جایی که بشه صحنه رو بتونه از همونجا ببینه و بعد با حرکت‌های خیلی کم و که به چشم هم خیلی نمیاد. اون وقت اون حرکت‌های اونجوری تو اون صحنه که هریسون فورد داره در واقع دوش میگیره بیشتر و بهتر دیده میشه و فهمیده میشه، اثر میگذاره. رزماری هم دیدی؟ رزماری بیبی؟ بله، بله، رزماری بله، بله، بله. دوست داری بچه رزماری رو؟ بله، خیلی اونم خیلی دوست داری؟ بله بله. ما اون فیلم دورانی اصلا یک تاثیرگذارترین فیلم دوران ما بود. خیلی بچه رزماری دوست دارم. یکی از آرزوام اینه که اون فیلم بتونم روی پرده سینما توی شرایط خیلی خوبی ببینم. چون ما این فیلم‌ها رو همش رو DVD و روی آره دیگه، البته الان دیگه پرده‌ای چیزام داریم، دوبلش هم اومده، بچه رزماری دوبله خوبی هم اومده ازش. خب روی اینکه تو با پولانسکی علاقمند شدی خیلی خوبه. پولانسکی تو رو به سینمای جدی‌تر وابسته کرد دیگه. بله بله. غیر از پولانسکی کسی دیگری هم بود از فیلمسازان خارجی؟ ببینید بله به تدریج فیلمسازای دیگه ای هم برام جدی شدن، ولی مثلا خب تارانتینو رو من خیلی دوست داشتم تو دوره‌ای که فیلم پالپ فیکشن و اینا رو پالپ فیکشن و اینا رو دیدم ازش، یا بعدتر ایناریتو، یا مثلا فیلمسازای مثل خانم بیگلو، کاترین بیگلو. هر کدومو به دلایلی دوست داشتم. همه فیلمای ایناریتو هم به یه اندازه دوست نداشتم. مثلا این فیلم اخیرش رو، اون فیلم پارسالش رو خیلی دوست دارم. به نظرم فیلم خیلی مهمیه.
ولی هیچ کدومش مثل پولانسکی نبودن که اصلا با آره اینقدر منو تحت تاثیر قرار بدن. خب دانشکده، تو دانشکده کار عملی شروع کردی یا بعد از دانشکده؟ من زمان دانشکده فیلم ساختم، یعنی فیلم کوتاه ساختم. اولین فیلم کوتاهی ساختی چی بود؟ اولین فیلم کوتاهی که ساختم یه فیلم بود، یه فیلم 30 دقیقه بود به اسم مرگ در نیمه تابستان، که وقتی من تو دانشگاه نشون دادم تقریبا همه بهم خندیدن. چرا؟ خنده دار شده بود، فیلم خوب در نیامده بود. فیلم موضوعش چی بود؟ فیلم یه اقتباس بود از یه داستان ژاپنی، یه داستانی که یوکیو میشیما نوشته بود به اسم همین اسم، مرگ در نیمه تابستان. و من با همون شیوه های، ببینید تصورم از سینما تصور خیلی دقیقی نبود هنوز، یعنی من خیلی خوب دکوپاژ میکردم، خیلی خوب متریک. دکوپاژ چی یاد گرفتی؟ دکوپاژ رو هم یه کمیش که خب من به حال من از غریزی بود. بله یه کمیش غریزی بود واقعا، یعنی احساس میکردم، یعنی پدیده دکوپاژ رو توی فیلم ها میفهمیدم، اینقدر که فیلم دیده بودم و اینقدر که تو بچگیم سینما رفته بودم میفهمیدم دوربین داره جابجا میشه، یه چیزایی رو درک میکردم. بعدن هم حالا مفاهیم بنیادی مثل تداوم و نمیدونم ارزم به حضور شما جغرافیا و خط فرضی و این چیزا هم که به هر حال توی انجمن سینما جوان و دانشگاه و اینا که درس میدن و آدم همون چیزایی که به نظرش میاد تو ذهنش قبلا شکل گرفته حالا یکم کلاسیک تر میشه، دقیق تر میشه. بله یه فیلم کلاسی ساخته بودم که خیلی دکوپاژ خوبی داشت، نمره کلاسی خوبی گرفته بودم، اعتماد به نفس پیدا کردم که برام فیلم کوتاه بسازم، یه فیلم کوتاه جدی، و این فیلم رو ساختم. فیلم دکوپاژش خیلی خوب بود، ولی اونجا فهمیدم که فیلم ساختن فقط دکوپاژ نیست. و خیلی زود اینو فهمیدم، یعنی خدا رو شکر میکنم خیلی فیلمسازا مثلا توی دیدم که مثلا توی 50 سالگی مواجه میشن با این وضع، یعنی توی 70 سالگی مواجه میشن، یعنی اینا این صحنه ها رو دیدم ها که یهو میرن توی سالونی و تماشاگرا، یعنی سینما رو اونقدری که باید جدی نمیگیرن، چون کارشون یعنی کارشون یه جوری رد شده دیگه، تو فیلم به فیلم گذشته و یه جوری بالاخره با یه وضعیت متوسطی گذشته، ولی هیچ وقت جدی با اینکه چقدر میتونه پرده سینما آدم رو رسوا بکنه و آبرو آدم ببره مواجهه. فهمیدی سینما تنها دکوپاژ نیست، خلق فضا هم هست. خلق فضاست، خلق کاراکتره، باور یعنی تو باید متقاعد کنی تماشاگر تو که این صحنه داره اتفاق میفته، به اتخاذ یک لحن مناسب باید زبان منحصر به فرد خودش رو فیلم داشته باشه. و خیلی برای من تکون دهنده بود اون اتفاق، یعنی به من یاد داد که اینجوری نیست که یه چیزی رو بسازی برای خودت و بعد بیاری رو پرده سینما و همه هم بشینن تماشا بکنن، نه هو میکننت. اگر بعد از فیلم این کوتاهه چه فیلم دیگه ساختی؟ فیلم بعدیم یه فیلم کوتاه دیگه بود که برای پایان نامه دانشجویم ساختم که اصلا خیلی فرق داشت دیگه، کلا فیلم دیگری بود. و اسمش چی بود؟ اسمش بود پدر. پدر چند دقیقه بود؟ 15 دقیقه بود. بسیار تو همون مقطع مورد توجه قرار گرفت، نمره 20 گرفتم براش و خیلی بازیگر نمایشی. نه بازیگر آماتور، بازیگر تئاتر و خیلی مورد توجه قرار گرفت. همین فیلم باعث شد تو رو بس کنه به چیز، به اینکه وارد بشی و حرفه‌ای تر کنی. بله بله دیگه من از سال 83 در واقع دیگه شروع کردم به ساخت فیلم مستند به طور حرفه‌ای. اولین مستند یه مستند آرشیو بود به اسم استخوان لای زخم. دیدید اون رو احتمالاً؟ آره خب آره یه لحن با نمکی داشت، این مال سال 84 در واقع. بعد از اون بعد دیگه فیلم‌های مستند دیگه ای ساختم دیگه با موضوعات مختلف. یه فیلمی توی آفریقا ساختم به اسم سنا، راجع به دختر بچه است. خب بعد یکی دو تا فیلم راجع به جنگ ساختم، جنگ لبنان ساختم، توی بعد از جنگ رفتم اونجا ساختم و بعدم که مجموعه آخرین روزهای زمستان رو شروع کردم. مجموعه‌ای که خیلی گرفت، یعنی خیلی بلد. تو رو مطرح کرد. لحن ایستاده در قبار از مجموعه، از اون مجموعه در میاد دیگه. بلد. اون مجموعه این لحن رو چجوری پیدا کردی؟ راستش ببین توی دوره کارشناسی ارشد من دانشگاه صدا و سیما درس میخوندم و اونجا راجع به موضوعی کار کردم به اسم درام مستند، داکیو دراما. و تو همون موقع که مطالعه کردم دیدم ببین از دهه مثلا 70 توی دنیا یه
جریان فیلمسازی مستند خاص وجود داره که بهش میگن داکیودراما، که توی دهه 90 به شدت جدی شده و بین سال مثلا 95 تا 2005 اون مقطعی که داشتم کار میکردم 10 سال پیش تقریبا، این تقریبا بالای 70% تولیدات مستند تو دنیا رو داره به خودش اختصاص میده و ما تو ایران هیچ در واقع تولید تو این ژانر نداریم. خب من برام جالب شد، بیشتر رفتم خوندم و حتی کیسای خارجی رو پیدا کردم. اون موقع خیلی آقای نقاش‌زاده به من کمک کرد برای اینکه کیسای خارجی خوب پیدا بکنم و نشستم بعضی از اینا رو دیدم، از جمله یه فیلمی که بی بی سی تولید کرده بود، دو تا مجموعه فیلمی که بی بی سی تولید کرده بود، یکیش به اسم راه رفتن با دایناسورها و بعدی در واقع راه رفتن با هیولاها که توی در واقع آمازون اینا به عنوان نمونه شاخص داکیودراما در واقع فروخته میشد اینا. من این فیلم ها رو گیر آوردم و نگاه کردم، حتی من از طریق دوستی یه نسخه پشت صحنه از یکی از اینا پیدا کردم و دیدم. اصلا برام یعنی نگاه هم به ماهیت سینمای مستند تغییر کرد، چون من تا اون موقع فیلم مستند داشتم میساختم و چون اصلا علاقه هم به سینما با سینمای داستانی شروع شده بود، به یه نقطه رسیدم که احساس کردم که اصلا بابا اینا اون مرز پررنگی که ما توی ایران به شکل سنتی بین سینمای مستند و داستانی داریم ترسیم میکنیم اساسا توی دنیا خدشه‌دار شده و به طرز قابل توجهی در ماهیت واقعیت تأملات جدی به وجود اومده و در ماهیت درام و واقعیت سینمایی حتی. خب یه کار پژوهشی خوب راجبش کردم که شد پایان‌نامه‌ام و ارائه دادم و تموم شد رفت. وقتی قرار شد که من فیلم راجب حسن باقری بسازم، خب ما یادتون بیاد تو دورانی بود که دیگه فیلمسازی راجب موضوعات جنگ و فرمانده ها و اینا اصلا به یه وضعی افتاده بود که دو تا مصاحبه میگرفتن، یه تصویر آرشیوی و یه کسی هم گریه، یه کسی هم گریه میکرد و یه موزیک محزونی هم میذاشتن و هیچ کی هم نگاه نمیکرد. یعنی اصولاً مسئله من اونجا به نظرم رسید که این اگر وقتی من پیشنهاد شد که راجع به حسن باقری کار کنم، اولش به این فکر کردم که خب دوباره باید همچین کاری بکنم و اینا. همون موقع درگیر این کار شدم، من با آقای وانژاد تایید کننده این کار گفتم آقای وانژاد اگر موافقی و پای کار هستی، ما اگر میخوای من یه فیلم راجع به من حوصله ساختن یه فیلم تکراری اونجوری دیگه ندارم، خب کسی اصلا نگاه نمیکنه، ولی اگه میخوای کار جدی درسته بکنیم، بیایید داکیودرام بسازیم راجع به حسن باقری. گفتم ببین این یه فرقایی با اون داره، بالاخره اونم یکی از زیر ژانرهای تلفیقی در واقع درام و مستنده، ولی این داستان مستنده نه مستند داستانی، یه تفاوت توش هست. به هر حال به واسطه اعتمادی که کرده بودن به من به واسطه فیلمای مستندی که قبلا ساخته بودم، پذیرفتن که وارد این پروژه بشن. حتی بودجه که برای پروژه در نظر گرفتیم، بودجه خیلی نسبت به چیزی که بعداً هزینه شد، بودجه خیلی کمتری بود. خرد ناچار شدیم با بدبختی پول جور کنیم از این ور که فیلمو در نهایت جمع بکنیم. و این کار شروع شد. برای خودم خیلی تازگی داشت. ولی من باز دوباره توی شکل داکیودرامی که داشتم کار می‌کردم، چون دیده بودم اون فیلمای داکیودرامای بی بی سی رو، احساس کردم که توی ساخت فیلم راجع به هیولاهای قبل از دایناسورها که همین واکینگ وید مانسترز، یعنی همین توی همین گام زدن با هیولاها، داره از سنت سینمای مستند خود بی بی سی استفاده میکنه، یعنی مستندای حیات وحش بی بی سی که خیلی هم معروفن و سالها ده ها ساله که در واقع داره میسازه. وقتی داره راجع به دایناسورها و هیولاهای قبل از دایناسورها فیلم میسازه، داره از همون سنت سینمای مستند خودش استفاده میکنه. مثلا یه پلان خیلی فوق‌العاده داره که این هیولاهایی که میلیون‌ها سال قبل به حال داره وجود داشتن و راجع به اینا داره فیلم می‌سازه که همش هم انیمیشنه. فیلم مثلا همش انیمیشنه، فول انیمیشنه، ولی جوری این انیمیشن رو ساخته که کاملاً رئاله. یه صحنه شب داره که کاملاً دوربین دید در به شکل دوربین دید در شب انیمیشن شده و وقتی اینا دارن از جلوی دوربین رد میشن، حتی چند قطره آب میپاشه روی دوربین و کاملا فضای ذهنی فیلمای حیات وحش خودشون داره بازآفرینی میکنه. احساس کردم که چرا ما از سنت سینمای مستند خودمون استفاده نکنیم برای این فیلم‌ها و تصاویر آشنای فیلمای مستند خودمون، فیلمای دهه 50، فیلمای روایت فت به خصوص که در مورد جنگ هست رو بازآفرینی نکنیم، به خصوص که خب من دوره‌ای توی روایت فت فیلم مستند ساختم و خیلی فیلمای روایت فت رو می‌دیدم و می‌شناختم. و گفتم تاثیر آبینی بودی؟ بله بله، تو دوره اوایل دوره دانشگاه بخشی از مطالعاتی که اصلا یکی از کسایی که من رو نجات داد از اون سینما، از اون علقه
کورکورانه و متأسفانه به سینمای خیلی فلسفی و عجیب و غریب و اینا روشنفکری اون دوره آوینی بود. آوینی بود یعنی وقتی مقالات سید مرتضی آوینی رو خوندم یه کمی خلاص شدم، گفتم بابا یه کسی هست داره میگه اینقدر خودتو به زورکی فیلم نبین وقتی خوشت نمیاد، وقتی دوست نداری و لذت نمیبری ازش، چرا احساس میکنی که باید اینجوری فیلم نگاه بکنه؟ به هر حال من فیلم روایت‌فتح رو هم تو اون دوره دیدم و احساس کردم که میشه این کارو کرد. چیز دیگه هم که خب حالا اضافه بر اون فیلمای یعنی مطالعاتم داشت، یکیش خب هم سنت سینما مستند خودمون بود که به تدریج وارد آخرین روزهای زمستان کردم و بعدیش صداها بود. تو دوره پژوهش من صداها رو که گوش میدادم به تدریج احساس کردم که اینا فقط استفاده پژوهشی ندارن، اینا یک درام بزرگی در درون این صداها نهفته است و اگه قرار صحنه رو بازسازی کنیم چرا همین صحنه ها رو بازسازی نکنیم؟ چرا همین صحنه‌ای که تو این نوار ضبط من از صداها به بازسازی برسیم؟ بله از صداها به بازسازی برسیم و بعد صدا رو بزنیم روش، که باز اون موقع من این رو میگفتم، خیلی ها میگفتن بابا این که اصلا شدنی نیست، چجوری میخواید صدا رو بازسازی بکنید؟ شما اصلا تصوری از صحنه، میزانسن، نور، لباس، بازی اینا داری؟ تو وقتی درگیر اینا بشی دیگه اون صداه اصلا گم میشه تو این میزانسن. ولی خب واقعا همه تلاشمون رو کردیم که در واقع اون صداها به تعارضی با میزانسن اون نسه، خیلی کار سختی بود ولی نتیجه پیدا کردی. پیدا کردم یعنی که... پیدا کردی. بله. ایستاد قربان تکامل یافته بله. سریاله بود. بله. که در واقع بله. حالا رفتی بله. سراغش بله. با دوربین 16 میلیمتری و در واقع و بله. همون لنزهای قدیمی و الهام گرفتن از میزانسنای فیلم‌های مستند قدیمی. و جالبه که بالاخره موقعی که ایستاد قربان رو میساختم یا قبلترش و حتی بعدترش، به هر حال دیدم که توی سینمای دنیا داره این اتفاق میافته، یعنی فیلمایی دارن ساخته میشن به شدت فیلمسازی از موضوعات واقعی داره رسم میشه. یعنی همون سال من یادمه توی مراسم اسکار مثلا 7-8 تا فیلم با موضوعات واقعی ساخته شد، استفاده از سبک های فیلم مستند، نورپردازی های مستند، اینا داره همینجور به وفور تو فیلم های روز دنیا دیده میشه و بعضی چقدر پخته و دقیق و خوب داره این کار انجام میده. فکر میکردی ایستای در قبار با اینکه فیلمی در باید سرداریه در جنگ و در واقع هم روشنفکران عرفی خوششون بیاد، هم روشنفکران مذهبی، هم منتقدین عرفی، هم منتقدین مذهبی، فکر میکردی اینو؟ من راستش موقعی که ایستاد در قبار دادم به جشنواره فیلم فجر، همین که فیلمم توی بخش نگاه نو انتخاب بشه برام کافی بود، یعنی همش نگرانی بودم که نکنه اصلا فیلم انتخاب نشه. ولی آدم دیگه به تدریج هی خواستاش زیاد میشه، بعد که فیلم توی بخش نگاه نو انتخاب شد گفتم خودم یعنی میشه جزو 3 تا فیلم باشه که بره توی بخش مسابقه اصلی سینما ایران. بعد که فیلم رفت توی بخش مسابقه اصلی گفتم یعنی میشه 2-3 تا جایزم بگیریم. آدم بالاخره چیز نداره، ولی واقعا تصور اولیه‌ام این نبود. نه احساس میکردم که فکر نمیکردم که اینقدر مورد توجه قرار بگیره. چرا فکر میکنی؟ چرا دو تفکر کنارت قرار گرفتن؟ دو تفکری که در یه جاهایی در تعارض با هم قرار دارن در واقع. یک ادعا همون تفکری که در واقع جنگ رو هم یه شکلی قبول نداره، در واقع فیلم تو رو دوست داره. ببین آقای جیرانی، من واقعا موقعی که فیلم میسازم با همه عشقم فیلم میسازم، اصلا در بند معادلات سیاسی و نمیدونم اقتصادی و این مسائل نیستم. احساس میکنم که باید یه چیزی درست بکنم، یه چیزی خلق بکنم که کسی که نگاه میکنه باورش بکنه و همه انرژیم رو میذارم برای اینکه اون قابل لمس و قابل باور باشه. بالاخره سینما معجزه‌گر واقعا، یعنی سینما فارغ از، یعنی سینما منزه از همه تحلیل ها، وابستگی هاش به تحلیل ها، وابستگی هاش به مسائل سیاسی اجتماعی. سینما خودش یه هنریه که جوهر مؤثر و اثرگذاری داره، اگه اونو پیدا بکنیم و به همون زبان حرف بزنیم زبونمون رو همه میفهمن، چون زبونی که زبون مشترک روشنفکر، زبون مشترک مذهبی و غیر مذهبی و ایناست. ولی تو وارد یک عتی خیلی حساسی داری شدی و به ویژه اینکه سرمایه گذارت هم یه اوجه و در واقع یه جاییه که خب به هر حال مربوط به یک
سپاه و جای دیگه بله. و اینکه از اونجا یک فیلمی در بیاد که همه طیفا خوششون بیاد، البته اوج دلش میخواد که شرایط به مساعد بشه برای تفکرهای مختلف، ولی خیلی برای من جالب بود که این فیلم توانست در واقع همه نقطه نظرها رو جذب کنه. نگاهی تو به جنگ همون نگاهیه که تو ایستاد در قبار داری؟ بله بله، یعنی آدم ها رو واقعی میبینی؟ بله بله، من آدم های همه تاریخ رو واقعی میبینم. من اگر راجع به روز عاشورا هم یک فیلم بسازم همینقدر واقعی میبینم. یعنی آدم ها رو زمینی میبینی؟ آدم ها رو پاهاشون رو زمین میبینم بله. نمیخواید اما ها رو یه شکل دیگه نشون بدید؟ ببین اصلا اگه این همین جوری باشن، ببین وقتی ما میگیم یه آدمی رو آسمانی فرض میکنیم، معنیش این نیست که این مثلا یه چه میدونم معجزه بلده بکنه یا مثلا کارهای عجیب غریب و محیر عقولی قراره بکنه. نه، از همین زمینه که آدما به آسمان میرسن، یعنی از همین حیاتشون روی زمینه که به آسمان میرسن به نظر من. و اصلا تعبیر آسمانی کردن به اون معنا که یه چیزی ازلی و ابدی آسمانی بوده، خیلی اقلا توی فهم من نمی گنجه خیلی. خب جشنواره فجر به آخر راه خودش رسیده. موقعی که شما در این برنامه تماشا میکنین آخرین روزهای به حال جشنواره فجر هستش یا جشنواره فجر به اتمام رسیده. در هر صورت ما تصمیم گرفتیم که با توجه به جمع‌بندی که تماشاگرها، منتقدا و اهالی سینما داشتن پیرامون جشنواره فجر امسال و حالا برآیند نظرات انتقادی که پیرامون فیلم ها وجود داره، دو تا فیلمی که فکر می‌کنیم بیشتر از بقیه مورد توجه منتقدا قرار گرفته رو یا تماشاگر عادی رو خدمتتون معرفی کنیم، یه بحث حالا ابتدایی سرشون داشته باشیم تا ایشالله اگر عمری بود اتفاق خاصی نیفته سال آینده موقع اکران عمومی مفصلتر در برای این دوتا فیلم صحبت بود. اولین فیلم ماجرای نیمروز محمد حسین مهدویانه، یه دستاورد حیرت انگیز برای سینما ایران، نه فقط برای امسال سینما ایران، نه فقط برای این 5 سال و این دهه 90 سینما ایران. به نظرم بعد از سالها، بعد از 8-9 سال که فیلم اسخر فرهادی درباره الی تونست نظرات انتقادی اکثر تماشاگرها جذب کنه، جلب کنه، امسال همین اتفاق افتاده. یعنی یه فیلمی داریم که اکثر تماشاگرها، اهالی سینما، منتقدا دوستش دارن، به ستایش ازش پرداختن. و در این حال فیلم محمد حسین مهدویان به نظرم میتونه بعد از آژانس شیشه‌ای یا حالا یکی دو تا فیلم دیگه، فیلم های حالا رسول ملاقلی پور مشخصا، مثل سفر به چذابه یا مجموعه مستندهای روایت فت سید مرتضی آوینی، میتونه یکی از مهمترین دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی توی بخش فرهنگیش باشه در زمینه ساخت فیلم سیاسی، جاسوسی، اطلاعاتی، امنیتی پیرامون یک دوره خیلی مهمی از تاریخ معاصر. مشخصا فیلم ماجرای نیمروز درباره سال 60، درباره یکی از دهشتناکترین یا مهمترین سالهای تاریخ معاصر که کلی اتفاق ریز و درشت در حقیقت تروریستی توش میفته و در این حال خیلی سال خطرناکیه. فیلم محمد حسین مهدویان به این سال میپردازه، از 30 خرداد 60 شروع میکنه تا زمستان، اواسط اواخر زمستان 60 که حالا در حقیقت ماجرای گروهیه که مأموریت پیدا میکنن تا با اعمال خرابکاران تروریستی منافقین حالا سازمان مجاهدین خلق مقابله کنن و مبارزه کنن. فیلم دوم محمد حسین مهدویان در ادامه ایستای در قبار، فیلمی که پارسال به نمایش در اومد، برنده جایزه بهترین فیلم شد، یک فیلم جاه طلبانه تره از همون گروه با کار عالی و حیرت انگیز همه عوامل فنیش، از خود محمد حسین مهدویان در مقام کارگردان و فیلمنامه‌نویس تا هادی بهروز فیلمبردار، سجاد پهلوانزاده تدوینگر، حبیب خزایفر آهنگساز، طراحی صحنه و لباس فیلم، صدای فیلم، موسیقی فیلم، بازی حیرت انگیز بازیگران، از بازی مهرداد صدیقیان که با اون شخصیت خاصش از اول سوء ظن و شک تماشاگر رو برمی انگیزه، تا حضور فوق‌العاده احمد مهرانفر که به نظر من بهتر از همه متوجه شده که چجوری باید مستند بازی کرد توی این شکل و حل شده و برای همین انقدر دربارش صحبت نمیشه به خاطر اینکه بازیش کاملا به خورد فیلم رفته، تا
حضور استثنایی هادی حجازی‌فر که با بازی امسالش به داورای پارسال نشون داد که بازیش توی فیلم ایستاده در غبار اتفاقی نبوده یا مستند نبوده هر چیزی که، بلکه خیلی بازیگر خوبیه، تا جواد عزتی که نقش مغز و هوش گروه رو بازی میکنه فوق‌العاده است و همه بازیگرها تا انتخاب مهدی پاکتل واسه اون نقش خیلی خاص و همه مهدی زمین‌پرداز همه حیرت انگیزن تو فیلم، خیلی فیلم خاصیه. به حال یه بحث‌های پیرامش به وجود اومد سر نقطه نظرهای اختلاف دیدگاه‌های سیاسی که مثلا خیلی جدی نیست یا حداقل الان جاش نیست برای بحث، میشه توی اکران عمومی مفصل بهش پرداخت. ولی خب میگم ماجرای نیمروز عین این میمونه که انگار مثلا کاستا گاوراس سازنده فیلم‌های زد یا حکومت نظامی یا حالا الیور استون که با فیلم‌های جی اف کی یا نیکسون به خاطرش میاریم، انگار اومدن مثلا ایران یا 3-4 ماه ایران بودن با یه گروه ایرانی فیلم حیرت انگیز تولید کردن و حالا رفتن مملکت خودشون. یعنی فیلم انقدر از نظر استانداردهای فنی توی همه زمین‌ها انقدر بالاست که به عنوان یک محصول بین‌المللی حتی میشه به جا آوردش. خودم شخصا عاشق ماجرای نیمروز هستم، برام یکی از محبوب‌ترین فیلم‌های ایرانی این سال‌هاست و امیدوارم که فیلم هر چه زودتر به نمایش عمومی در بیاد تا هم بشه بحث‌های بیشتری دربارش در بگیر و بتونیم مفصل‌تر دربارش صحبت کنیم. هم شما عزیزان که موفق هستین فیلمو تماشا کنین توی اکران عمومی به تماشاش بشینید و از تماشاش لذت ببرید. خودم شخصا دوست دارم بارها یا چند بار پشت سر هم این شاهکار محمد حسین مهدویان تیم ورک درجه یک گروهش رو تماشا کنم. فیلم اخیرت خیلی جاه طلبانه است، در واقع فیلم واحد هیته خیلی سختی شده، یعنی وقایعی که اصلا ندیدی چون تو متولد همون سالی هستی که اون وقایع رو در واقع، چرا رفتی سراغ این ایده؟ یعنی وقایع سال 60 از 30 خرداد که من دقیقاً یادمه تا اون گرفتن اون خونه تیمی که بازم من دقیقاً یادمه، یعنی من دیگه اون سال 30 سالم بوده و دقیقاً یادمه که با اون تصویر تلویزیونی که در واقع بعد از گرفتن خانه تیمی موسی خیابانی و اشرف ربیعی و اینا، من یادمه که آقای عسکرولادی بود دیگه، بچه آقای رجبی رو بغل کرده بود توی تصویر، لاجوردی میگم عسکرولادی، لاجوردی بود که بچه چیزو بغل کرده بود، من تصویرش هم دقیقاً یادم. چطور شد این مسیر وقایع رو انتخاب کرد؟ ببینید من راجع به باز دوباره همون نگاه واقعیه، یعنی ببینید وقتی شما میری تاریخ میخونی، من خب خیلی به تاریخ علاقه‌مندم، یعنی از دوره نوجوانیم تاریخ دوست داشتم، یعنی کنار سینما یکی از اصلی‌ترین علاقه‌ام تاریخ بود، تو مدرسه‌ام که درس مورد علاقه‌ام تاریخ بود اصلا. وقتی تاریخ میخونی بعد از یه مدتی احساس میکنی که اینا داستانه، یعنی اگه به خودت گوش زد نکنی که اینا واقعیت داشته، احساس میکنی که اینا یه داستانهایی که ما داریم میخونیم. من خب تاریخ معاصرم خیلی خوندم و وقتی وقایع سال 60 رو میخوندم احساس کردم، احساس میکنم آدم تو برخورد اول انقدر عجیب و انقدر ترسناک و وحشتناکی که آدم احساس میکنه که خب اینا داستانه و افسانه است، به خصوص برای ماهایی که ندیدیم دیگه، برای ماها اتفاقا این خطر بیشتر وجود داره. ولی چون همون نگاه خیلی واقع بینانه و زمینی رو دارم، یه آن همیشه تلنگری به خودم میخوره که ببین تو متولد اردیبهشت سال 60، این اتفاقی که هفته تیر سال 60 افتاد، این تو دو ماه و خورده دو و اون موقع تو این دنیا بودی و پدر مادرت قشنگ یادشونه، یعنی فوری باید تطبیق سعی میکنم اینا رو تبدیلش کنم به چیزای قابل لمس و قابل درک برای خودم. بعد یهو احساس میکنم که چقدر ترسناکه و چطور این و نگران نمیشم که نکنه که هم نسلای من این رو همون جوری مثل داستان بهش نگاه کنن، داستانی بوده یه روزی وجود داشته و اینا. اینجاست که احساس میکنم که بایستی راجبشون فیلم بسازم، راجب احمد متوسلی باید فیلم بسازم، برای اینکه هم نسلای من امروز بدونن که واقعا این جنگ وجود داشته و کشور میتونست الان وضعیت مملکت ما میتونست اینجوری باشه. موضوع من توی در واقع مسئله من توی ماجرای نیمروز مسئله در واقع خشونت و امنیت بود، یعنی احساس که چون بالاخره من خانواده دارم، الان نگران خانواده‌ام هستم،
دوست دارم، دارم توی وضعیت آرامی زندگی میکنم، میرم میام. این تصور که چقدر میتونه هر التهابی از درون خودمون چه ناامنی وحشتناکی درست بکنه و چه جریان دامنه‌داری از خشونت رو به وجود بیاره، مدام من رو نگران میکنه. یعنی گاهی اوقات وقتی میبینم دو تا دوستم با هم دارن سر یه موضوع مثلا سیاسی بحث میکنن، احساس میکنم این اگر ادامه پیدا بکنه، این شکاف بزرگیه، این اگه ادامه پیدا بکنه چرا نتونه تبدیل به یه مسئله مثل اتفاقی سال 60 افتاد بشه؟ واقعا محتمل شدن این وضعیت، تبدیل این وضعیت به اومده؟ مگه اون موقع قرار بود کسی تصمیم گرفته بود که اینجوری بشه؟ نه، به تدریج این در واقع آدمایی که مثلا توی جلوی دانشگاه با هم دیگه هم کلاس بودن و با هم بحث میکردن، به جای رسید کارشون که جلوی هم دیگه اسلحه کشیدن و تو خیابونای شهر داشتن با هم دیگه میجنگیدن. به نظرم میاد که اینا رو این فضای ملتهب، یعنی بازآفرینی این فضای ملتهب کمک میکنه به جامعه من، به هم نسل من، برای اینکه وقتی از سالن سینما بیام بیرون یکم به اندازه یه فیلم دیگه، به اندازه به همون اندازه که یه فیلم میتونه تاثیر بذاره، یکم قدر این وضعیت رو بدونن و تلاش کنن برای اینکه یه وقتی جامعه ما نره به سمت اون التهاب و خشونت ها دوباره. کسی برای تحقیق کرد؟ یعنی محقق داشتی برای این دوران؟ ببینید، ما من و ابراهیم امینی که فیلمنامه رو نوشتیم، در واقع به واسطه میگم علاقه‌ای که مشترکی به تاریخ معاصر داشتیم، سالها پیش بعد از آخرین روزهای زمستان 4-5 سال پیش یه سناریوی داکیودرام دیگری رو با موضوع ترور نوشته بودیم. چون من باز یکی از چیزایی که مسئله است برای من این است که چرا ما اینقدر تروریست داره جامعه ما، تروریست پرورش دادیم در طول تاریخ، و کاری هم نه با هر طرز فکری ها. یعنی از مجاهدین خلق و فرقان بگید برو عقب، حتی گروه های مذهبی، نمیدونم فدایان اسلام، نمیدونم میرزا رضا کرمانی که ناصرالدین شاه ترور کرده، مذهبی غیر مذهبی، چرا اینقدر زود به این فکر میافتیم که ترور کنیم، با ترور مسائل رو حل بکنیم؟ این یه نگرانی واقعا هست. من بعد وقایع سال 88 هم یکی از نگرانی من این بود که جامعه وقت نره دوباره به سمت ترور. میدیدم بعضیا خوششون میاد از، یعنی میگن فلانی رو یکی پیداشه سرشو بکنه نابودش کنه مثلا. این برای من خیلی، برای من به عنوان یه آدمی که واقعا نگاه هم نگاه امن طلب و صلح طلب و ایناست، این میزان علاقه به خشونت و بازآفرینی خشونت خیلی نگران کننده است. اون موقع داشتیم راجع به این موضوع کار میکردیم، یه مجموعه داشتیم به اسم ترور و هدفمون هم شناسایی تروریستا بود اتفاقا. یعنی شما هر وقت توی این مرکز رو ترور کار شده، میگن مثلا آقای مطهری ترور شده، ایشون مرد خیلی خوبی بود، نمیدونم پیش از انقلاب نمیدونم مبارزاتی داشته در تئوریسین فلان بود. کسی راجع به این حرف نمیزنه. اون کسی که تپانچه رو گرفته دستش و به سر ایشون شلیک کرده یه هموطن بوده و چی شده که یه همچین تروریستی به وجود اومده؟ عجیب تر اینه که وقتی میری میخونی میبینی که اون یه آدم پاپتیه، بدون فکر، عقب افتاده نبوده، یه آدم تحصیل کرده، یه دانشگاه رفته، یه مذهبی پای منبر نشسته، یه کتابخون بوده. و این آدم رو بیشتر نگران میکنه که چجوری یه همچین آدمی میتونه تروریست بشه. یعنی به این نتیجه برسه که مثلا اگه من امروز این یه نفر رو بکشم، احتمالاً به قول معروف چیزی تغییر میکنه تو این عالم، مثلا اتفاق عجیبی میفته، مشکلات بشریت حل میشه مثلا با کشتن یک نفر. خب این برای منو به فکر واداشت که یه فیلمی با موضوع ترور بسازم راجع به تروریستا، که حالا فیلمنامه‌اش هم نوشتیم و نشد. تو اون مقطع خب مطالعه خیلی خوبی کردیم راجع به این مقاطع، بعد دیگه مسکوت مون تا اینکه خب من بعد از اون مطالعاتم هم ادامه، مثلا من هر بار یه جای مجله، کتابی، چیزی با موضوعات مشابه میدیدم، بالاخره حساس می‌شدم و می‌خوندم. تو اینترنت اگه چیزی می‌دیدم می‌خوندم، برام جالب بود به هر حال. تا اینکه پارسال آقای رضوی، پارسال نه، همین امسال. آره یه سال نشم، چند ماه پیش، اینقدر سخت گذشت دوره این فیلم که احساس میکنم یک سال گذشته. همین چند ماه پیش تو تابستون آقای رضایی من پیشنهاد داد که راجع به مقطع 30 خرداد تا 19 بهمن یه فیلم بسازم.
پیشنهاد اون بود که بله پیشنهاد آقای رضوی بود. اصلا من برنامه برای ساختن فیلمی با این موضوع، یعنی همین الان... تاریخ رو اون به تو گفت. آره. به من پیشنهاد داد، من گفتم شاید گوش کردم زمان کمه نمیشه چیزی به جشن فرج نمونه، نگو حالا خیلی مهمه دیگه جشن فرم نرسید ما این فیلمو بسازیم و اینا. منم تو اون مقطع واقعا کار دیگه ای نداشتم، پیشنهاد داشتم، پیشنهاد جذابی بود برای من به خاطر اینکه راجع به موضوع بود که من قبلا کار کرده بودم، علاقمند بودم بهش و احساس کردم راجع به این تم، راجع به مضمون خیلی مهم میشه کار کرد، به نظرم یه کاری انجام داد که در واقع وارد کار شدیم و سناریو رو شروع کردیم نوشتن تا آخر. مشاور هم داشتیم برای سناریو. بله. ما خب یه مشاور داشتیم از دوستان آقای رضوی توی مرکز اسناد انقلاب اسلامی، آقای روزی طلب، که خب اسناد خیلی خوبی از تقریبا همه اسنادی که اونجا وجود داشت و قابل ارائه بود رو به ما ارائه دادن و دو نفر رو هم به ما معرفی کردن که بعداً از رو کاراکترشون در واقع دو تا از کاراکترهای فیلم رو ساختیم. که کاراکتر واقعی بودن، یعنی کاراکتری که کمال و صادق در واقع ملهم از کاراکترهای اونها بود، باهاشون حرف زدیم که فوق العاده اصلا دنیایی از خاطرات و داستانهای جالب بودن. و آقای اصفهانی رو هم که کنار خودمون داشتیم، آقای مرتضی اصفهانی رو هم که از ابتدا تا انتها حتی در حین فیلم برداری ما در کنار خودمون داشتیم که داشتیم بازسازی وقایع شصت تطبیق پیدا کنه. آره. با قضایی. آره. اینا چقدر تو سازمان مجاهدین خلق مطالعه کردی؟ رو اون سازمان مطالعه کردی؟ بله رو سازمان مجاهدین خلق مطالعه کردم، ولی توی این فیلم خیلی موضوع، یعنی به تفکر اونها پرداخته نشده، خیلی نخواستی بهشون بپردازی. بله. آره. ولی اون میدونستی که موسی خیابانی وقتی که در یکی از آدمای مهم سازمان بود وقت کشته شد، یعنی اون خانه تیمی، یکی از خانه های تیمی مهم سازمان بود. اینا رو همه میدونستی. بله. و نمیخواستی بری وارد اونا بشی. بیشتر از این امنیت برات مهمتر بود. مسئله من این بود. بله. من یه مشکلی دارم اصلا با فیلمایی که راجع به تاریخ معاصر ما ساخته میشه. اینا قبل از اینکه حتی تاریخ دور، اینا قبل از اینکه فیلم باشن تحلیلای تاریخی سیاسی هن. یعنی اینکه چجوری بگم، اینا ببین مثلا دارم میگم، بیشتر از اینکه به خود وضعیت و تم حاکم بر داستان بپردازن، دارن به انگیزه ها، نمیدونم دلائل، تحلیلایی که با منجر، یعنی در لابلای دیالوگا و اینا مدام ما داریم تاریخ اینا رو انگار میخوایم مرور کنیم که اینا چجوری فکر میکنن، چه کار میکنن، مثلا قبلا چی بودن، چی نبودن، انگیزه هاشون چیه. و بعد این تبدیل شده به یه کلیشه، به یه عادت. یعنی ببین، من یه فیلم قصد داشتم بسازم، یعنی واقعا دارم میگم، حالا همه این حرفا رو میزنیم، قبل از همه اینا برای من اینکه این یه فیلم جذاب باشه از همه اینا اهمیتش بیشتر بود تا اینکه من بخوام انگیزه های اینها رو بگم. و بعد وضعیتی که جامعه درش گرفتار شده، من دارم یه تصویری از خشونت و التهاب و امنیت توی جامعه نشون میدم، جامعه که لمسش داریم میکنیم. فعلا تو این فیلم واقعا کاری ندارم که چه چیزی باعث این وضعیت شده، اما مسئله اینه که اون مقدماتی که لازم داریم رو هم به تماشاگر میگم. میگم یه دعوای سیاسیه در همین حد، میگم یه دعوای سیاسی که به درگیری مسلحانه تو کف خیابون کشیده. خب به نظر خود من اینقدر برای این فیلم که میخواد یک وضعیتی از خشونت و امنیت ترسیم بکنه کافیه. خب و اتفاقا آقای جنرال جالب برام، بیشتر کسایی که چون من این فیلم برای هم نسلای خودم تقریبا ساختم و نسلای بعدتر از خودم که اینان که میرن سینما، چون بابای من که سینما نمیره که، ولی موقعی که فیلمو نمایش میدی اتفاقا باید به همسن و سالای بابام جواب پس بدم، همش بگم که همش میگن که نه اینا ما میدونیم، اینا مثلا سال 59 اینجوری بودن، تو به این نپرداختی. خب اصلا من نمیخواستم به این بپردازم، اینا تو دهه 40 تو این فلان ماجرا رو که خبر داری، اینا اینجوری بودن مثلا. خب میگم بله درسته، ما کاری به اینا ندارم. بعد میگن که اینا و سوالای اینجوری مطرح میشه مدام، نه تماشاگر اصلا نمیفهمه که تو اصلا چی، اصلا دعوا سر چی اینا. خب من میگم بابا باید واقعی نگاه بکنیم دیگه، تماشاگر داره میاد توی سالن میشینه، همین تماشاگر جوان، همون تماشاگر امروزی فیلمو میبینه، وضعیت حاکم به فیلم رو هم درک میکنه، در پایان فیلم هم راضی از سالن میره بیرون. اون چیزی که من میخواستم بهش بدم رو بهش دادم.
یه جوری فضای سیاست زده و تحلیل زده جامعه ما تلاش میکنه سینما رو به بردگی بگیره. یعنی اینکه فکر میکنه سینما یه رسانه است، مثلا یه رسانه نازلیه که مثلا باید کتاب‌های تاریخی آقایون رو که قبلا نوشتن مصور کنه بده رو پرده یا تبدیل بشه به سریال بره رو پرده، در حالی که سینما خودش شیوه مستقلی برای فکر کردن. من همه اون کتابا رو خوندم، همه اون مطالعات رو انجام دادم، با آدمای دست اول حرف زدم، اینجوری نیست که ندونم اونا رو، ولی وقتی میخوام فیلم بسازم اینجوری میسازمش. ببین آقای مهدویان، ببین من تو این نکات خیلی خوبی رو داری میگی و خیلی خوبم داری تحلیل میکنی. من 30 خرداد یادمه، من 30 خرداد تو روزنامه اطلاعات بودم و روزنامه آقای بنی صدر دفترش کنار اصلا روزنامه اطلاعات بود، تو داخل روزنامه اطلاعات، روزنامه اطلاعات توی در واقع میدان توپخونه بود اون موقع، اینجای جدید نبود در واقع. من از در واقع از هیئت تحریریه روزنامه اطلاعات رفتم هیئت تحریریه روزنامه آقای بنی صدر، بعد دیدم که اونجا بچه‌ها و جوان‌هایی که اونجا هستن نمیدونم حالا چی شدن، همشون احساس میکردن قرار یک اتفاق مهمی بیفته. یعنی در واقع من هیچ وقت یادم نمیره دختری بود اونجا که فکر میکرد الان یک انقلاب قراره بشه، چون بهشون گفته بودن یک اتفاق میفته و بعد بنی صدر هم سخنرانی کرده بود. 4 تا جوان اومدن جلوی روزنامه اطلاعات، 4 تا شعار دادن رفتن. تمام اون اتفاقی که اینا منتظر بودن، البته تو خیابون‌های دیگه اتفاقات دیگه افتاد، ولی جلوی روزنامه اطلاعات اتفاق افتاد. ولی تصور اون جوان‌هایی که تو روزنامه آقای بنی صدر بودن، روزنامه بنی صدر بودن، در واقع یه جور دیگری بود اصلاً. یعنی در واقع یه جوری اصلا فکر میکردن روزنامه اونایی که تو روزنامه هستم نه فکر میکردن الان انقلاب میشه. بله. یعنی این تصور بود خب اصلا. همین دیگه این این اصلا خوندن تاریخ این ویژگی رو داره. ببین این دقیقا همین تصوریه که بعد تو کودتای 28 مرداد هم اتفاق افتاد، تو مقطع 28 مرداد و بعد از اینکه اون اتفاقی که مردم فکر میکنن نمیفته، یک سرخوردگی دامنه داری، یعنی بسیاری مهاجرت ها اون موقع شروع شد، رفتن خیلی درس خوندن خارج اینا، توی مقطع تو مقاطع مختلف تو تاریخ ما این اتفاق افتاده. یعنی یه وضعیت، من خودم که گفتم بابام سرخورده شده از در واقع، من یه باری خیلی سرخورده شده، خیلی سرخورده بابای تو نیستن، من نشسته بودم سر نهار همین اخیراً که داشتم این فیلمو میساختم، خب خیلی کم پیش میراجم این چیزا با پدرم صحبت کنم، به بابام گفتم دارم همین فیلم میسازم و اینا، بعد بهم گفت که حالا نمیدونم چرا اینا رو دارم اینجا میگم، اولین باره دارم میگم، بهم گفت که آره راست میگی اون مقطع رو یادم و اینا. بهش گفتم که خب تو به بنی صدر رای داده بودی اینا، گفت آره دیگه بابا همه به بنی صدر رای دادن، ما اصلا فکر نمیکردیم که چیز باشه و اینا. بعد که اینا این اعتراضا رادیکال شد، ماها خودمون رو کشیدیم کنار، چون اصلا موافق این مدل اعتراض رادیکال نبودیم. این اعتراض رادیکال نه تنها باعث شد که یک فضای از خشونت به وجود بیاد، بلکه شیوه های معقول اعتراض رو هم تو نطفه خفه کرد، از بین برد اصلا خشونت رو در جامعه گسترش داد. آخه منم این بابا یادم، من البته به بنی صدر رأی ندادم، نمیخوام الان در واقع چیز حالا بگه دیگه، من رأی بابا گفتم، من به حبیبی رأی دادم در واقع اون موقع 3 تا کاندیدا بودن، حبیبی بود، بنی صدر بود، مدنی بود. بله. بنی صدر 10 میلیون رأی آورد، مدنی 1 میلیون رأی آورد و حبیبی 300-400 هزار تا بیشتر رأی نیاورد. آخر نمای کاندیدای حزب جمهوری اسلامی آقای جلال‌الدین فارسی بود. بله. که در آخرین لحظه کنار گذاشته شد، به حزب جمهوری اسلامی کاندیدا نداشت. در واقع روزنامه انقلاب اسلامی، اسم روزنامه یادم افتاد، روزنامه بنی صدر که تو الان گفتی روزنامه انقلاب اسلامی، اون حتی تا آخرین لحظه آقای دایی سرمقاله نوشت که بنی صدر تو میتونی برگردی. من تا اونجایی که میدونم فکر میکنم امام نمیخواست در واقع این اتفاقات بیفته. البته بعدا ما تو خاطرات آقای هاشمی چیزی خوندیم راجع به این که خب قبل از اینکه اتفاقات بیفته دیداری بین مجاهدین و آقای بنی صدر، یعنی بنی صدر تو خونه خواهر بنی صدر پیش اومده بوده و اینا متوجه این رابطه شده بودن. میدونستی که اصلا رابطه بنی صدر و رجوی رابطه دخترش بوده و داستان اینا رو میدونستی؟ بله. یعنی اینا رو میدونستی که هر پشت هر ماجرای سیاسی عشقی هم میشه پیدا کرد؟ بله. آره
خب یه عشق هم تو فیلم من هست دیگه، همون رگه کمرنگی از عشق تو فیلم هست که به نظر من البته خیلی پررنگه و دامنه داره داستان، نه به اندازه که تو فیلم هست نباید نگاه کرد. واقعا به نظر میاد که اصلا حرف فیلم همینه، همین هست که در نهایت یک ناکامی در پایان فیلم هست. میخوام بگم که این به نظرم میاد که خیلی مهمه که ما بدونیم این رو، بفهمیم، ما این رو درک بکنیم و من اینا برام مهم بوده. حالا ترس پدرتو منم داشتم ها، از یک تاریخی تو سالهای 60 هممون تو خیابون نمیرفتیم و میترسیدیم که تظاهراتی شده باشه بله. و تو از اون محل تظاهرات عبور کرده باشی به یه دفعه بی خودی دستگیر بشی بله. به خاطر چی؟ اصولا بابای من به من گفت که بعد از اون دیگه تقریبا همه روزنامه همه بیشتر کتابای گفت این کتابایی که تو کتابخونه میبینی بخشی از کتابای منه، اکثر کتابایی که داشتم رو، حتی کتابای دکتر شریعتی، یعنی خیلی عجیبه چه فضای بله کاملا رادیکالی به وجود میاد که کتابای دکتر شریعتی هم معنی خوبی پیدا نمیکنه و میگفت همه این کتابا رو جمعشون کردم توی چند تا پلاستیک بزرگ و زیر خونه خاکشون کردیم. پدر تو واقعا واقعیتای خیلی خوبی رو گفته، چون خاطرات خیلی ها هست در جمع کردن خب اینا رو من اینا در جمع کردن مجلات بله. بله خب اینا چیزاییه که برای من مسئله رو واقعی میکنه، مسئله رو برای من از اون چیزایی که فقط تو کتابا نوشته شده و خاطرات آدمایی که تو دو طرف بودن یا تحلیلگرای سیاسی و تاریخی میاره بیرون، تبدیلش میکنه به موضوع واقعی زندگی مردم. من میخوام این باشه توی فیلمم. ببین پدر تو خیلی واقعیت‌های تاریخی رو گفته و بعد از اونه که در واقع همه آدمایی که میخوان زندگی طبیعی داشته باشن، فرد زندگی سیاسی نداشته باشن، میترسیدن در خیابونا راه برن و فضا یه جوری دهه 60 فضایی، یعنی 60 سال 60 سال 60 یعنی سال بسیار خاصی بود. من یادم اون سال جشنواره هم برگزار شد، هیچ کس از کنار اون جشنواره عبور نکرد. جشنواره سینمایی این در واقع سال 60 جشنواره سینمایی هم برگزار شد، از کنار اون جشنواره عبور نکرد. ببین اینم یکی از خیلی به هم میگن جامعه، مثلا ایزوله از فیلم جامعه فلان، واقعا یه جامعه سرگشته بودم تو این دعوای اصلا بامزه است. تشریفات برگزار میکردن، امروز شعار میدادن به نفعش، فردا ناچار بودن شعار بدن علیهش، دنبالش بگردن. خیلی تلخه البته، خیلی تلخه، خیلی تلخه. یعنی مرگ هم حادثه حزب جمهوری اسلامی، هم حادثه در واقع نخست وزیری. من احساس میکنم که واقعا توی التهابات سال 60 جامعه ما تا حد زیادی به عقب رونده شد. یعنی احساس میکنم که اگر از همون نطفه، از همون مبدا شک شیوه درست اعتراض، اعتراض مدنی، اعتراض در واقع آرام شکل میگرفت و که صبر هم نیاز داره دیگه، یعنی اعتراض آرام نیاز به صبوری داره، البته الان داره جامعه ما یاد میگیره این رو، اگر شکل میگرفت شاید خیلی از سرکوب ها و اینا بعدن توجیه نمیشد. میدونید منظورم چیه؟ یعنی من وقتی نگاه میکنم مثلا به پدرم نگاه میکنم که احتمالاً اون روزها معترض بود، ولی از ترس این که در میان خشونت ها اعتراضش همراه و هم مسیر با این خشونت ها فرض بشه، کنار نشست و سرخورده شد از در واقع مشارکت سیاسی و امثال اینها رو که نگاه میکنم احساس میکنم که خب ظلم شده دیگه، به شیوه درست اعتراض ظلم شده وقتی فضا رادیکال میشه. وقتی فضا رادیکال میشه دیگه تو اعتراض‌های طبیعی، تشکل‌های سیاسی، روزنامه همه نابود میشن دیگه. چون دهه 60 دیگه تمام روزنامه‌ها تعطیل شدن دیگه. بله دیگه، وقتی ما روزنامه‌ای نداشتیم جز اطلاعات کیهان، ما روزنامه‌ای نداشتیم. بله. بعد اون وقت اون دو طرف است دیگه این چیز. یعنی که طرف مقابلم که توجیه پیدا می‌کنه برای ساکت کردن خشونت، این وسط این لابلا مخالفای آروم خودش رو هم ممکنه سرکوب کنه. یعنی اینکه 4 تا روزنامه رادیکال رو که میمنده، 2 تا روزنامه که خیلی هم رادیکال نیستن و میتونم به طور طبیعی نقش اپوزیسیون رو بازی کنم، ممکنه این وسط قربانی بشن دیگه. فیلمتون میخواد بگه حواستون رو جمع کنید، خشونت با خشونت نمیشه به جای رسید. بله. یعنی با اعتراض‌های طبیعی میشه به جای رسید، ولی با خشونت به جایی نمیشه رسید. خشونت میاره دیگه. خشونت وحشتناک‌تر میاره دیگه. یعنی اینطوری خشونت در واقع ادامه پیدا می‌کنه. خشونت میاره. خشونت در واقع یک دایره‌ای از خشونت درست می‌کنه که دیگه آدم رو میندازه توی دایره ناتمامی از خشونت. یعنی که خشونت می‌کنی، بعد
طرف مقابل خشونت نشون میده، تو ناچاری خشونتش رو با خشونت تندتری پاسخ بدی و بعد همینطور دامنه دار خشونت ادامه پیدا میکنه. فیلم دومی که می‌خوایم درباره صحبت بکنیم، چون فیلمی بود که الان مورد توجه منتقدان تماشاگر اهالی سینما قرار گرفت و به هر حال جزء فیلم‌های قابل بحث و مناقشه برانگیز امسال سینمایی هستش، رگ خواب حمید نعمت‌الله. چهارمین فیلم حمید نعمت‌الله در ادامه فیلم‌های ستایی شده قبلیش، بوتیک، بی پولی و آرایش غلیظ و سریال بسیار بسیار تحسین برانگیزش وضعیت سفید که خب اونم یه سریال کالت و طرفداران بیشماری داره. رگ خواب یه جورهایی انگار مکمل بوتیکه، انگار شخصیت اتی احترام که تو اون فیلم با بازی گلشیفت فرهانی میدیمش انگار اینجا بزرگتر شده، وارد عوالم زنانه شده، وارد حالا زندگی جدی و پرخطر اجتماعی شده و فیلم به لحاظ داستان موقعیت اونو به خاطر میاره، به لحاظ حال و هوا و به لحاظ مود و لحنی که حالا حمید نعمت‌الله اینجا سراغش میره، از یک لحن با فاصله یا حالا با یک لحن متایع‌آمیزی که از نعمت‌الله توی کارهای اخیرش بخصوص وضعیت سفید و آرایش غلیظ سراغ داریم شروع میکنه و یک در حقیقت جهان تراژیک، یک جهان پلشت و تیر و تار برای شخصیت اصلیش یا پیرامون شخصیت اصلیش به وجود میاره. به نظرم در کنار ماجرای نیمروز، حالا خفگی فریدون جیران و فراری علیرضا داوود نژاد، بهترین اجراهای امسال سینمای ایران رو دارن این فیلم ها. مشخصا فیلم برداری فرشاد محمدی توی رگ خواب به نظرم حیرت انگیزه، میتونه هم بهترین کار خود فرشاد محمدی باشه و هم یکی از بهترین فیلم برداری های این سال های سینمای ایران. اون چیزی که از فیلم خیلی توجه رو به خودش جلب کرده، خیلی تماشاگرها رو شیفته فیلم کرده، بازی لیلا حاتمیه. خب لیلا حاتمی هم از بازیگر مستعد و توانا و بارها تحسین شده این سینماست، لازم نیست که من تایید بکنم، کلی طرفدار داره، کلی مطلب رو براش نوشته شده. خب اینجا هم یه بازی خیلی خوب از لیلا حاتمی می‌بینیم. چیزی که به نظرم تازه است توی رگ خواب در حقیقت شکل معماریه که نعمت‌الله توی دکوپاژش لحاظ میکنه، هم از نظر نمایش این زن در دل یک شهری که انگار داره اونو میبله قورت میده و هم از نظر منش دکوپاژی که برای فیلم از طریق این معماری و از طریق این ساختمون‌ها و نورهای رنگ و وارنگ به وجود میاد. یعنی به هر حال فیلمیه که یک منش کارگردانی جدی داره، شاید از نظر کارگردانی بهترین فیلم حمید نعمت‌الله باشه، با وجودی که من هنوز آرایش غلیظ فیلم قبلی حمید نعمت‌الله از نظر کلیت به این فیلم ترجیح میدم، اما به هر حال فیلم بسیار مناقشه برانگیزیه. فکر نکنم که سال بعد هیچ فیلمی به اندازه رگ خواب طرفدار و مخالف حالا برابر یا هم عرض داشته باشه و انقدر بشه دربارش صحبت کرد. فیلم تا نیمه ها، یعنی تا جایی که صرف آشنایی لیلا حاتمی و کوروش تمامی میشه و رابطه که شکل میگیره فوق العاده است، حیرت انگیزه. حالا از نیمه به بعد یه سری اتفاقات براش میفته که قابل بحثه، باید دربارش صحبت کرد، اما خب تا پایان بالاخره استاندارد بالاشو حفظ میکنه برای تماشاگرای سینما ایران. حالا به واسطه ترانه‌ای که از همایون شجریان هم تو فیلم گذاشته شده خیلی میتونه فیلم احساسات برانگیزی باشه، خیلی عواطف و در حقیقت بر بیانگیزی یا تهییج بکنه و فکر میکنم که مهمترین ملودرام سال آینده سینما ایران هم باشه، یه جور ملودرام حالا با اون شکل و ظاهر خیلی مدرن، منتها در درونش یک شخصیت معصوم، یک زن معصوم، حالا با مسامحه دست و پا چلفتی که پیامد سادگیش و پیامد معصومیتش که حالا این از اون ایده های قدیمی ملودرام سینما ایرانه، پیامد معصومیتش و پیامد سادگیش براش کلی اتفاق ناجور میفته. خودم شخصا دوست دارم که فیلم زودتر اکران بشه تا بتونم دوباره ببینمش و مفصل بشه. حالا توی اکران عمومی اینکه این فیلم کجای کارنامه نعمت‌الله قرار میگیره و اینکه چه جایگاهی داره مفصل صحبت بکنیم. به هر حال حمید نعمت‌الله به نظر من در کنار پرویز شهبازی، در کنار اسخر فرهادی و حالا توی لول‌های بعدی فیلمسازهای بعدی که بتونیم دربارش صحبت بکنیم، مشخصا این سه فیلمساز مهمترین فیلمسازهای سینما ایران هستن که دهه 80 کار خودشون شروع کردن و البته حالا در کنار مهمترین استعداد نورسیده سینما ایران که محمد حسین مهدویان باشه. رگ خواب فیلم ویژه‌ایه، حتما توی اکران امید دربارش مفصل صحبت می‌کنیم و درباره این که چقدر عوامل فنیشون دارن با استاندارد بالای کار خودشون انجام میدن. آقای پویان عسکری دو سه تا سوال به من داده، خیلی خوبه که من سوال کنم ازت.
برای ساخت این فیلم آثار مهم جاسوسی امنیتی رو تماشا کرده بودی؟ بله، من ببینید مشخصا نه که بگم موقعی که خواستم این فیلم رو بسازم اصلا اینقدر همه چیز سریع شد که تو اون مقطع نشستم فیلم های جاسوسی، ولی خب در طول سالیان عشقم به سینما یکی از مهمترین ژانرهایی که دوست داشتم فیلم های جاسوسی امنیتی بود و نمونه های متأخرترش مثلا فیلم مونیخ اسپیلبرگ و فیلم اخیرتر باز فیلم 30 دقیقه بامداد خانم کاترین بیگلو فیلم هایی بود که تأثیر گرفتم ازشون مشخصا برای این فیلم. نوشته که آقای پویان عسکری نوشته هادی اجازه فر تحت تأثیر قهرمان های عملگرای امریکاییست یا الگوی ایرانی مد نظر داشتی؟ واقعا بهش فکر نکردم. من در مورد ایستاد در غبار گفتم که یه باری از لفظ وسترن برای فضای کار و احمد متوسلیان استفاده کردم، خیلی ناراحت شدن، ولی فکر کنم راجع به کاراکتر کمال اگر استفاده بکنم کسی ناراحت نشه چون بالاخره چیز نیست. یه مقدار چرا؟ بالاخره هم الگوهای آمریکایی هم الگوهای ایرانی خودمون، حتی اونایی که تو فیلم‌های فارسی هست، یعنی بزن بهادرای فیلم‌های فارسی هم بی تأثیر نبودن توی شکلی به کاراکتر کمال. سوال دیگه که کردی سوال خوبی هم هست، من تو نقدا هم پرسیدم، فیلم‌های جان پیل ملویل رو قبل از ساخت تماشا کرده بودی؟ بله. اصلا چون همه نقدات نوشتن ارتش سایه ها، اصلا این فضای سرد حاکم بر فیلم خیلی به نظر خودم متأثر از فیلم های پلیسی و جاسوسی سینمای فرانسه است و به خصوص ملویل. یه سوال خیلی خوبی دیگه هم کرده، این درستم هست، یه حس عاطفی کنترل شده در فیلم های تو هست، در واقع بروز احساسات رو من توی ایستاد در غبارم ندیدم. این از کجا میاد؟ یعنی ریشه‌اش در چیه؟ تو اصلا تعمدن میخوای احساسات رو کنترل کنی؟ بله بله، اصلا اصرار دارم که این اتفاق بیفته، یعنی به شدت حساسم به بروز بیش از حد لحظه های حسی و عاطفی فیلم. دلایل حالا متعددی هم دارم براش، یکیش این است که در واقع لحظه های حسی وقتی کنترل میشن مؤثرتر هستن، یعنی اینکه این چیزی که از سینمای مستند یاد گرفتم، آدم های واقعی معمولا سعی میکنن مهار کنن احساساتشون رو بروز ندن، یعنی اون گریه ای مؤثرتره که فرو خورده بشه، یعنی احساس کنه که یارو یک بغضی داره ولی داره تلاش میکنه که گریه نکنه. یعنی توی منظورم توی در واقع توی یه فیلم خیلی رئالیستی و واقع گرا و مستندگونه منظورم ها، که همین سبکیه که من دارم در واقع کار میکنم و جایی خیلی در واقع جایی که احساسات شما تو زندگی عادی خیلی تو لحظات خیلی خاصی احساسات آدم ها رو به شکل بیرونی میبینی، بلکه گاهی اوقات فقط توی نگاهشون توی روابط اینها رو درک میکنی. اگه این کار سختی هم هست واقعا پیچیده تره، اینکه بخوایم یه چیزی رو توی یه دایره ای از روابط و توی قرار دادنش توی لحظه خاصی از داستان بفهمونیم به مخاطب که این حس در این آدم وجود داره بدون اینکه خیلی بروز بیرونی داشته باشه. برای خود من این یه چیزی ویژگی سبکیه و ادامه میدی؟ ادامه میدم. اگه سعی میکنی همین سبک رو ادامه بدی. اینا قراره که همین سبک که الان فیلم ساختی باز هم ادامه بدی. حالا این باید ببینیم دیگه چی پیش میاد دیگه. یعنی اینکه ببین من چون خودم خیلی انواع مختلف سینما رو دوست دارم، تجربه کردن توی شکل‌های مختلف سینما رو هم خیلی دوست دارم، ولی این مدل فیلم ساختن رو بیشتر از شیوه‌های دیگه دوست دارم خودم. نگران واکنش‌های برخورد‌های سیاسی با فیلم نبودی؟ نگران بودم ولی سعی کردم که این نگرانی رو بگذارم کنار، یعنی سعی کردم که به این نگرانی فکر نکنم چون ممکنه تو کارم تأثیر منفی بگذاره.
ولی خوشبختانه بازم میبینم که هم منتقدین عرفی هم منتقدین مذهبی هر دو فیلم رو دوست دارن و این باعث بسیار خوشحالیه. آقای پویان اسکری نوشته همه عواملت خوب بودن ولی تو کاندیدا نیستن. در واقع تو میگی اعتراض کردی، یعنی از همه عواملت تعریف کردی چون اعتراض کردی. فیلم ما واقعا آقای جیرانی، کسانی که فیلم رو دیدن و آدم های فنی و حرفه‌ای‌ان میتونن قضاوت کنن راجع به این حرف من، فیلم ما توی مراحل فنیش به شدت اوریجینال و دقیقه. یعنی هم به لحاظ سبک فیلم برداری، استفاده از دوربین 16 میلیمتری، ایجاد فضای نوری خیلی رئالیستی توی فیلم، نوع عملکرد دوربین، استفاده از لنز به شدت یونیکه. یعنی من نمیگم این فیلم باید حتما جایزه بگیره، ولی واقعا فیلم باید توی فیلم برداری نامزد میشد، فیلم باید توی صدا نامزد میشد، توی تدوین، چون کار فوق حرفه‌ای توشون انجام میدن. تو کار صدای این فیلم، صدای آرشیوی اصلا وجود نداره. تمام صدای فیلم اوریجینال ضبط شده، میکس شده، مستر شده، برای اینکه ما با یه فیلم درجه یک طرف باشیم. مگه میشه یه فیلمی اثر بگذاره بعد مثلا هیچ کدوم از کارهای فنیش خوب نباشه، گریمش خوب نباشه، مثلا عرضم به حضور شما کار مثلا تدوینگرش خوب، موسیقیش خوب نباشه. من که این فیلم رو ساختم، فیلمم رو واقعا مدیون این تلاش بچه ها میدونم، چون واقعا کار بزرگی کردن، برای من کار بزرگی کردن و خیلی شرمسار شدم از اینکه من نامزد شدم برای فیلم، برای کارگردانی فیلم، و هیچ کدوم این بچه ها نامزد نشدن و خیلی متعجب شدم و به نظر اومد که باید ازشون دلجویی بکنم. ابراهیم امینی برای فیلم نامه، اصلا نمیدونم نمیشه که آخه مگه میشه یه فیلم نامه خوبی نداشته باشه، سناریوی خوبی نداشته باشه ولی بهترین فیلم باشه، مثلا کارگردانی خوبی داشته باشه، مردم خوششون بیاد، جذاب باشه. نمیدونم چه معیاریه. الان شما خودتون اگه من حالا آدم داوری ها بالاخره سلیقه‌ای هست، ما همیشه گفتیم که حالا مثلا بالاخره داورن دیگه، ولی یه مقدار امسال به نظرم بیشتر از، یعنی عجیب‌تر از سلیقه است. همه تعجب کردن، این فقط تعجب من نیست، خدا رو شکر من نامزد شدم. کسی نمیتونه بگه که چون من کسی که نامزد نشده بشه اعتراض کنه، میشه اعتراض میگه آره، ولی من به نظرم اومد نه فقط راجع به عوامل فیلم خودم، خیلی بچهای دیگه هم تو فیلمای دیگه، هم تو انتخاب، حالا گذشت دیگه، هم توی انتخاب و هم توی داوریا بسیاری از بچه‌هایی که کارهای خوب کردن کارشون دیده نشد. من واقعا یه وقتایی خودم کار داشتم مستند، حالا حتی فیلم پارسال یا جاهای دیگه، احساس می‌کردم یه جایی اگر من حرف بزنم میگن که این چون فیلم خودشه داره میگه. واقعا توقع داشتم دیگرانی که نامزد شدن اشاره کنن به اینکه مثلا چرا فلان فیلم، یا حمایت کنیم از هم دیگه. الان که خودم نامزد شدم یه امتحانی بود برای من دیگه. خیلی به من گفتن که تو الان اعتراض میکنی خب بهت جایزه نمیدن. واقعا برام اهمیت نداره که بهم جایزه بدن. احساس میکنم که آیا جیران خود شما، فیلم شما مثلا طراح صحنه تون برای یک، به هر حال فیلم شما به لحاظ فیلم برداری و صحنه فیلم خاصی دیگه، کار متفاوتی توش انجام شده، ولی فیلم بردارتون برای یک فیلم دیگه نامزد شده و برای فیلم شما نامزد نشده، در حالی که خیلی از این نامزدا رو دیدید که دو فیلمه نامزد کردن، مثلا جای دوری نمیرفت که مثلا یه کسی برای یه فیلم کارش بهتر بوده، یه فیلم دیگه خوبم داشت، گفتن مثلا برای فیلم فلان و فلان. نمیگم حتما، شاید واقعا نظرشون اینه، ولی من فکر میکنم که عجیبه مثلا وقتی قرار فیلم برای شما برای فیلم دیگه نامزد بشه، میشه گفت برای این فیلم و اون فیلم دیگه، برای هر دو فیلم نامزد بشه که اقلا اون کارش تو اون فیلم هم دیده بشه دیگه. نمیخوام شما رو بیارم تو تیم خودم، دارم واقعا دارم این رو میگم که به نظرم میاد که در مورد بعضی از فیلم ها و بچه های بیعدالتی محرزی شد واقعا. آجان شما نسل شما خیلی نسل خوشبختی بودید، به خاطر اینکه یه سینمای قدرتمندی وجود داشت پیش از شما، پر از سالونای زیاد، سال 200 تا فیلم، و این تحویل شما شد. شما حالا توی اون سینماها فیلم نشون دادید، توی اون سینماها فیلم پخش کردید با همون کیفیت همون روز. سینما عاشق داشت، برای همون عاشقای سینما که میمدن حاضر بودن بیان سینما بدید،
ولی نسل من نسل پرجمعیتی هم هستیم. ما بچهای دهه 60 توی نیمکت های 3 نفره و 4 نفره نشستیم درس خوندیم. همیشه هم دعوا بود، پشت دیوار کنکور موندیم، مثل راز بقا زندگی کردیم. یعنی اینکه هر جایی که رسیدیم صف بوده، یعنی اینکه مدرسه به اندازمون نبوده، دانشگاه به اندازمون نبوده، خیلی همون نتونستیم بریم دانشگاه. کنکور یه غولی بوده. الان نبینید که همه میرن دانشگاه و مکاتبه، ما کنکور برای ما مثل یه کابوس بوده. آیه بعد توی بازار کار همینجور، تو ازدواج همینجور، عرضم بزرگشم. حالا هر کدوم هم رفتیم یه جایی، بالاخره به زور تونستیم زندگی داریم زندگی میکنیم دیگه، یاد گرفتیم تو این شرایط با این کم بوده امکانات. چه همینجور هم داریم سندمون که میره بالا، هی چیزای برام پیشبینی نشده هیچ چیزی. یعنی الان یه حجمی از همنسلای من اومدن وارد سینما شده هن و اصلا سینما آماده نبود، آماده ورود این همه فیلمساز دهه 60 نبود. میراثی که سینمای ایران برای ما گذاشته چیه؟ یه مش سالن متروک و بی کیفیت و پروژکتورهای ای سینما که اصلا سینما نیست، در واقع یه سینمای غیر واقعی. که من دیشب رفتم فیلمم رو پرده دیدم، میگم اصلا ما برای چی میریم تصویر رنگ؟ ما برای چی میریم فیلم رو با این کوالیتی فیلم برداری میکنیم؟ اصلا چیزی روی پرده نیست، مردم برای چی باید پول بدن بیان اینو ببینن؟ اصلا اسمش سینما نیست، سینما این نیست. من برای چیزی که سینما نیست دارم فیلم میسازم. خیلی ناراحت کننده است برای نسلی که به سختی دارم فیلم میسازن. یعنی بچه‌هایی که الان فیلمای اولشون امسال یا پارسال داشتن میساختن، این چه فیلمای خوبی دارن میسازن. و با چه زحمتی میدونید هر کدومشون تونستن مجوزاشون رو بگیرن، سرمایه جور کنن برای فیلمشون، بعد مثلا با این وضعیت مواجه میشن. امیدوارم این تغییر بکنه. من یه شوخی هم کردم، یه جایی یادداشت نوشته بودم، گفتم ببین بالاخره دیر و زود نسل ما پیر میشه، بحران بعدی شما پیدا کردن قبر برای نسل ماست. از الان حداقل به فکر قبر برای نسل ما باشید، چون بالاخره باید یه جای خاکی بمونه. بچهای ما که مثل ما رشد نکردن، که اصلا اهل جنگیدن نیستن، ببینن قبر نیست جنازه ما رو کنار خیمه ول بکنن. شما حداقل به فکر قبر برای هم نسلای ما باشید. تلخه ولی واقعیه. یعنی اینکه این چون تا هم میایم حرف بزنیم میگن که حالا شما تازه از راه رسیدید. آقا دیگه رسیدیم، دیگه تازه از راه رسیدیم. مگه من یه وقتی داشتم نگاه میکردم آقای کیمیایی موقعی که قیصر ساخته بود، مگه چندمین فیلمشه آقای کیمیایی؟ فیلم دومشه. آقای اسمشون هم حالا یادم رفت، منتقده جواد توسی؟ نه، دوایی. آقای کاووسی در واقع نقدی نوشته بود. آقای کیمیایی اون موقع، خب آقای کاووسی آقای آدم قدیمی و بالاخره موسپید کرده بودن و اینا، در مورد اینکه فیلم فارسی رو احیا کرده. کاووسی پدر بزرگ چیز فراستی ها. آره نه حرف بدی خودم بیام فرستی ریشه در کاووسی. من نمیدونستم ریشه نقد های تند فراستی رو در کاووسی بود. اون موقع آقای کیمیایی مصاحبه کرد که من مصاحبه رو توی مجله خوندم، خیلی برام جالب بود. گفت چون آقای کاووسی فیلمی هم ساخته بود، امیر ارسلان نامدار، نمیدونم همچین چیزی ساخته بود که فیلم خیلی نه کاووسی فیلم امیر ارسلان نساخته بود. کاووسی اولین فیلمی که ساخته بود فیلم بود به نام چی 17 روز به اعدام، یه فیلم پلیسی اقتباس از یک اثر یه فیلم شکست خورده بود، به نام بانوی مرموز. فیلم پلیسی شکست خورده بود که آقای کیمیایی حرفی که اون موقع زد این بود که گفته بود که با پول تخمه هایی که مردم برای تماشای فیلم من شکوندن از فروش کل فیلم تو بیشتره. خب منظورش فیلم دوم کاووسی بود به نام خانه کنار دریا. بله. آره دوم فیلم کاووسی بود، خانه کنار دریا، که به اندازه خیلی یک هفته دو هفته یه هفته هم بیشتر رو اکران نبود. میخوام عرض بکنم که اینجوری نیست که حالا ببین بالاخره یک نسلی داره میاد، این یه نیازی داره. اینجوری نیست که باید خفقون بگیریم تا اینکه چون محدودیت وجود داره هیچ حرفی نزنیم. بالاخره ما یک سهمی از این سینما نیاز داریم، یک سهمی از این جشنواره نیاز داریم، یه خواستی داریم. وقتی وارد شدیم دیگه باید به رسمیت شناخته بشه، حرفمون نظراتمون دیده بشه. به خصوص که بچهای هم نسل من با فیلمای خوب وارد شدن. یعنی ما زیاده خواهی خدا نکرده نمیخوایم، میگیم آقا بالاخره یه سالن خوبیه، جشنواره خوب، حق ماست دیگه به هر حال. ولی من معتقدم نسل شما نسل یکی سینما رو داره تغییر میده و خوشبختانه سینما داره وارد مسیر تازه میشه، سینما ایران، و این نسل شماست که باعث شده که سینما ایران بره
شما آقای روستایی و دیگر دوستانی که دارن میپیوندن به سینمای ایران و دارن سینما ایران رو تغییر میدن. من برای آرزوی موفقیت دارم. خیلی ممنون از دعوتتون. برای فیلمت برای آرزوی موفقیت بیشتر دارم در جشنواره و سیمرغ و بعداً هم در اکران فروش فیلم. انشالله. به تهیه کننده و تمام دوستانتون تبریک میگم. قربان تو برم. متشکرم.